همزمان با برنامه‌های سراسری در مدارس فرانسه، گروهی از مسلمانان فرانسوی هم مراسمی را برای بزرگداشت یادبود ساموئل پاتی برگزار کردند. یک سال قبل این دبیر تاریخ و جغرافیا به دست یک پناهنده 18 ساله چچن سر بریده شد. جرم او نشان دادن کاریکاتورهای پیامبر اسلام در کلاس درس تاریخ به عنوان موضوعی برای شروع بحث با شاگردانش بود. ساموئل پاتی در یک روز جمعه کشته شد. همه می دانیم که روز جمعه برای مسلمانان چقدر اهمیت دارد. به همین دلیل من تأکید داشتم که این غروب جمعه به مقابل مدرسه بیاییم تا به همه بگوییم که ما شهروندان مسلمان این کشور هستیم. ما رنج مضاعفی را متحمل می شویم. طبعا مثل همه شهروندان فرانسوی از این وقایع هولناک رنج میبریم، اما در این حال به عنوان مسلمان بسیار ناراحتیم، زیرا این وحشی ها به نام کتاب مقدس ما تحت عنوان احکام قرآن آدم میکشند. لیور ساکره او نام دونو پرسپت قرآنیک نو سوم الا فوا تریست و ان کولر. ما هم غمگینیم و هم خشمگین. غمگینیم زیرا مردی جان خود را از دست داده و یک فرزند یتیم از او به جا مانده که هر روزه در فکر و خیال من است. هر روزه به خانواده و همکارانش فکر می‌کنیم. در این حال خشمگینیم چون هر دلیل و توجیهی هم که مطرح شود نمیتوان به نام اسلام آدم کشت. غیر ممکن است. چنین چیزی کاملا با آموزش های قرآن متضاد است. اسلام یعنی صلح. همزمان با مراسم مسلمانان در سرتاسر فرانسه دانش آموزان به یاد ساموئل پاتی یک دقیقه سکوت کردند. وزیر آموزش و پرورش گفت که ما به لطف آزادی در مقابل کسانی که می‌خواهند وحشت را حکم فرما کنند می‌ایستیم. دبیرستانی که ساموئل پاتی در آن تدریس می‌کرد، طی مراسم سالگرد قتلش زیر نظر پلیس قرار داشت.